الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جوانان عزيز، خواهران و برادران، حاضرین گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از ظهر شما بخیر، خوش آمدین و خوشحال هستم که در این فرصت در آستانه روز جهانی جوانان لحظات را در خدمت شما هستیم. در قدم اول این روز به همه شما، به همه جوانان کشور ما تبریک برز می رسانم. او یبزل بیات از طولت سلیمش و شراغلاس باییم و طولت دقیق روزی پا مناسبت تبریکی باییم و بدون شک نقش جوان در ساختن کشور، در امروز و آینده کشور نقش اساسی است و در کشور ما خصوصا با در نظر داشته فرصت هایی که در اواخر در سالهای قبل برای جوانان ایجاد شده و با استفاده ای که جوانان از این فرصت کردن با انرژی، با نیرو و با آینده نگری، امروز هم در کشور ما در تمام عرصه های زندگی جوانان ما نقش اساسی را دارند. اما شما چهره های جوانی هستین که با تعدادی از شما سالهای سال آشنایی داشتیم و دیدیم زحمت و تلاش و کوششتان و در حقیقت هرچه امروز دستاورد است از قربانی مردم افغانستان است به صورت کل و از قربانی جوانای ماست. جا داره که اطراف دعا کنیم بر روی همه شهدای افغانستان. امروز هم جوانای ما در پهلوی ازی که مصروف تحصیل هستند، مصروف کسب و کار هستند، مصروف آموختن هستند، در عرصه های مختلف زندگی، در کار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، در همه عرصه ها سیاسی فعال هستند، در عین زمان در دفاع از کشور ما، در دفاع از مردم، در مقابله با تروریسم، در مقابله با تاریکی و دهشت نقش اساسی را دارند و در صف اول قرار دارند که باز هم جا داره از نیروهای امنیتی ما و از قربانی که دادن یادآوری کنیم و اتحاف دعا کنیم به روح شهدای نیروهای امنیتی کشور. در تمام عرصه های زندگی قسمی که پیشتر اشاره کردم، از حضور در رسانه ها، از فعالیت های سیاسی، از فعالیت های اجتماعی، در بخش کمک رسانی، کمک های خیریه، در آگاهی مردم در عرصه های مختلف، در آفاتی که ملک و مردم ما با او مواجه هستند، نقش جوانان نقش پررنگ است و ما تبریک میگم بر جوانای کشور، دستاورد خودشانه که نتیجه زحمت و تلاش و کوشش و مبارزه خودشان است. ما فقط بایس سیاسیونی کشور در جایی که موقعی بوده و فرصت داشتیم زمینه سازی کردیم، اما این فرصت‌های اصلی را شما ایجاد کردید و شما الهام بخش ما بودین در بسیاری از موارد. وقتی که با پشتکار، با زحمت و سعی و تلاش خستگی ناپذیر شما قدم گذاشتین، او برای ما امیدواری پیدا کرده، برای مردم افغانستان امیدواری پیدا کرده برای آینده های بهتر و برای آینده های پر اطمینان برای همه مردم. و یک مجموعه که امروز ابتکار را برای انداختن و به نام مجموعه ندای صلح است، از اینکه یک هدف پاک شما در پیش رو گرفتین و به او خود وقف کردین و کار و فعالیت میکنین، من قلبا از شما تشکر میکنم. صلح از ضرورت مردم ماست، ضرورت کشور ماست و انشاءالله که صلح پایدار و با عزت به یاری خداوند بزرگ و به همت مردم افغانستان در این سرزمین برقرار شود. اما تهدیداتی هم که هست و مشکلات و چالش هایی هم که وجود داره، او را هم نادیده نمیگیریم. جوانا فرصت های شغلی کمتر مساعد است در کشور، بیکاری، فرصت های تحصیل در مدارج بالاتر، تمام اینها که
سبب معیوسیت یک تعدادی از جوانان ما شده بود و تعدادی از جوانان هم رایی سرزمین های دور شدن که متاسفانه اخبار اسفبارش ما در طول ماهای گذشته داشتیم. الحمدلله او موج تا اندازه زیاد توقف کرده و امروز جوانان ما به این نتیجه رسیدن، مردم ما به این نتیجه رسیدن که هرچی مشکلاتی که در این سرزمین است ما مسئولیت داریم، همه یک جا با هم با اتفاق با وحدت در رفع مشکلات و در ایجاد زمینه های بهتر برای خود و برای مردم، برای فامیل، برای اجتماع و برای ملت و کشور خود باید سعی و پیکار کنیم. راه مقابله با مشکلات پشت دادن به مشکلات نیست و فراموش کردنش نیست. راه هزی وارد میدان شدن و ابتکار عمل به دست گرفتن است که شما از امو جوانای هستین که تعدادتان از عرصه ورزش، از عرصه فرهنگ، در ادبیات، در علم صاحب دستاوردها هستین. اگر تنها دستاوردهای ورزشی جوانان را در نظر بگیریم، با وجود شرایط دشوار میبینیم که استعداد جوانای ما از هیچ استعداد جوانای هیچ کشور کمتر نیست. در هر شرایط، در سخت‌ترین شرایط اینا دستاورد داشتن و برای مردم ما افتخار آفریدن که باعث افتخار همه ماست. البته مسائل و مشکلات هم کم نیست. یک فضای سالم تفریحی نبودش و در مشکلات و محدودیت هایی که اصلا باز به صورت کل مردم هنوز به نقش جوانا و تاثیرگذاری جوانا به او ترتیب قائل نیستن. بسیار تغییرات زیاد آمده. امروز خانواده ها از پسران و دختران جوان خود مشوره می گیرن برای تصمیم های بسیار بزرگی که در زندگی بگیرن. اینا تغییرات بسیار کلان است، اما یک وقت دیگه این مسئله نبوده. این هم خدمتتان میگم که هم در فرهنگ دینی ما و در فرهنگ ملی ما جوان ها جای خود داشتن. وقتی که در کلام الله شریف چندین بار از جوان یاد میشه، حضرت ابراهیم به عنوان یک جوان که اسمش ابراهیم بود به می لفظ آمده ترجمه، این میبینیم که خداوند پاک که بشر آفریده و خالق جهان است و جوان در کلام خود تذکر داده، پس این اهمیتش نشان میده. گفتم امروز تغییرات زیاد آمده، تغییرات مثبت آمده، خصوصا امروز تکنولوژی معاصر، تکنولوژی معلوماتی، شبکه‌های اجتماعی که باز جوانان را وصل کرده با هم. یک جوانی که امروز در دورترین نقطه افغانستان است میتواند یک لحظه در دورترین نقاط جهان گپ خود برسانه، خبر خود برسانه و آگاه باشه. اینا شرایطی است که آمده، اما مشکلات هم زیاد است که مشکلات انشالله با هم و در پهلوی هم و به همکاری هم دیگر انشاءالله خداوند توفیق بده که از این مسیر موفق به در بیاییم. و از ابتکار هم کردیم که در روز در شعارهایی که داده شده در پای از او همه ما امضا میکنیم. امضا به معنای تعهد است و انشاءالله به تعهد خود همه پابند هستیم و خواهیم بود. از ابتکارتان هم من تشکر میکنم. در تشویق نسل جوان به ای که مسئولیت بگیره، مسئولیت در هر عرصه میتونه باشه، عرصه های مختلف است که شما به اون مصروف هستین، از جمله در تأمین امنیت. این هم یک وظیفه ملی ماست که هیچ کشور بدون اتکا به نیروی خودش، بدون اتکا به نیروی جوانش نمیتونه که کل مشکلات خود به او پاسخگو باشه. حکومت وحدت ملی انشالله که تعهدش در قبال ایجاد زمینه ها و فرصت های بهتر برای جوان ها استوار است. من چند نکات دیگر هم که به زندگی شما، به سرنوشتتان، به شب و روزی که شما میگذرانین تعلق داره، میخواییم که دربارهش کمی روشنی بردم. اول در ارتباط به حکومت وحدت ملی و شما تبصرهایی را میشنوین که وقتی حکومت وحدت ملی دو سال است و حال پوره میشه، یک هفته بعد پوره میشه، دو هفته بعد پوره میشه، شما میدانین که حکومت وحدت ملی در نتیجه انتخابات که بازم در اون انتخابات بیشترین نقش خواهرها و برادرای جوان ما داشتن، در نتیجه انتخاباتی که بعد مشکلات خود هم داشت و انتخابات به میان آمد و نمایندگی از رأی همه مردم افغانستان میکنه و تعهدات زیادی ما در قبال مردم افغانستان داشتیم. البته کمی و کاستی هایی هم در این راه بوده، در این دو سال نزدیک، چیز کمتر از دو سال که با او هم من اشارات خود داشتم. به این معنا که
دور حکومت وحدت ملی یک دور انتخابات است که دور سال پنجم انتخابات ریاست جمهوری بار دیگه برگزار میشه. اما در میان تعهدات بوده که مثلا انتخابات پارلمانی باید برگزار میشد، اول اصلاحات انتخاباتی باید به میان میامد، بعد انتخابات پارلمانی و بعد لوجرگی در مطابقت با قانون اساسی برگزار میشد تا پست ریاست اجراییه به صدارت اجرایی از طریق لوجرگه تثبیت میشد. به این معنا که در اون موافقتنامه آمده که باز بعد از تعدیل قانون اساسی در لویجرگی قانون اساسی پست ریاست اجرایی به صدارت اجرایی تبدیل میشه. به این معنا که تا زمانی که لویجرگه چی نشده این پست به صدارت اجرایی تبدیل شده نمیتونه. آرزوی همه ایمایی بود که انتخابات به وقت و به موقع برگزار میشد و لویجرگی قانون اساسی دایر شده میتونست، چون بدون انتخابات لویجرگی قانون اساسی دایر شده نمیتونه. متاسفانه در این قسمت ما کمبود داشتیم و شاید بیشترین مشکل شرایط امنیتی بود. سال گذشته را دشمنای افغانستان سال سقوط افغانستان فکر کرده بودند. سال برگشت همه جانبه طالب ها و گروه های تروریستی تلقی کرده بودند. پس اگر از لحاظ اولویت ببینین، مهمترین اولویت نجات افغانستان و بقای افغانستان بود. چون انتخابات صورت نگرفته و لویجرگی قانون اساسی دایر شده امروز نمیتونه به اون موقعی که پیش بینی شده بود، پس اما سعی و تلاش ما باید بر برگزاری انتخابات باشه تا مجموع تعهداتی که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی است انشالله عملی شود. یک نقطه در ارتباط به اصل و ماهیت حکومت وحدت ملی که یک وقتی بحثا و تبصره های زیاد میشه و کسای موافقتنامه را آگاه یا ناآگاه از موافقتنامه در بارش تبصره میکنه، میخواییم که در این راستا برای شما خواستم که روشنی پرتم و ذهنتان کاملا در این راستا واضح باشه. نکته دوم در مورد نحوه کار حکومت وحدت ملی است. حکومت وحدت ملی نتیجه بزرگواری یک شخص نسبت به یک شخص دیگه یا خیرات یک نفر به یک نفر دیگه یا از یک گروه یا از یک مجموعه به مجموعه دیگه نیست، بلکه نتیجه قربانی بزرگ است که ما دادیم. این قربانی به معنای سازش به خاطر دست یافتن به یک پست نبوده، این قربانی به خاطر نجات افغانستان بوده. شما تصور کنین که اگر خدا نخواسته کشمکش میشد و به کشمکش میرفت انتخابات، امروز در کشور ما چی رخ میداد؟ چی صورت میگرفت؟ در حالی که جنگ بود، تروریست‌ها با تمام توان خود که نیروی خود جمع کرده بودن، نیروی خود حفظ کرده بودن و به عملات خود آغاز کردن بعد از سال 2014 و فکر میکردن که ختم افغانستان است 2014 و 2015، و ما هم به کشمکش دیگه میرفتیم و در نتیجهش خدا نخواسته افغانستان به یک بحرانی که اصلا راه نجات از او نمی بود می رفت، چی می شد؟ سرنوشت میلیون ها نفر زن و مرد یک کشور که به خاطر یک آرامش نسبی خود، به خاطر یک ثبات نسبی خود قربانی دادن، سرنوشت مردم، سرنوشت کشور ما چی می شد؟ در این همه شرایطی بود که حکومت وحدت ملی به میان آمد. او بر اساس یک موافقتنامه به میان آمد که تعهد به او موافقتنامه مسئله اتمی است، مسئله ضروری است. یکی دو نقطه را اشاره میکنم بر شما. بعضا اینطور گفته میشه که در مورد پست ها و اینا همیشه جنجال و کشمکش میباشه. همیشه پافشاری ما بر مسائل اصولی و پرنسیب و ارزشی بوده. وقتی که همه ادعا میکنیم که ما به شایسته سالاری معتقد هستیم، ما باور به این داریم کار به اهلش سپرده شود، وقتی که یک نفری که 4 روز در یک اداری حکومتی کار نکرده مسئول کل اصلاحات اداری مملکت شود، ما حتما ما در او نظر داریم. این به خاطر مسئله قرابت، به خاطر تیم انتخاباتی، به خاطر او مسائل نیست. این به خاطر مسئله است که ما وعده کردیم به مردم. اصلاحات وعده اصلی ما بود برای مردم. وقتی که ما میاییم و زیر پای اصلاحات میزنیم و ریشه اصلاحات میکنیم، زیر نام اصلاحات، آوردن اصلاحات، ما باید حتما موقف بگیریم، ما باید حتما نظر داشته باشیم. این نکات است که متاسفانه گاهی باعث تشویش مردم میشه. یک چیز من برتان اطمینان میتم که در راستای منافع ملی کشور، منافع بزرگ مملکت،
که دفاع از این سرزمین است و حفظ سلامت از این کشور است و آوردن صلح در این سرزمین است و رفاه مردم افغانستان است، حکومت وحدت ملی در این راستا جنجال و کشمکشی وجود ندارد. اما در راستای تصمیم هایی که گرفته میشه گاهی مسائل پیش میه، مثل که من بر شما گفتم پیشتر. یک موافقتنامه سیاسی است که به اون اساس اینمی حکومت تشکیل شده، به اون اساس یک نفر رئیس جمهور شده و ما او را رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان میخوانم. به این معنا که ما اعتماد خود به موافقتنامه ثابت ساختیم از روز اول و به همین ترتیب ادامه میدیم. او را دستاورد مردم افغانستان میدانیم و نتیجه قربانی مردم افغانستان میدانیم. وقتی که کسی به عنوان رئیس جمهور خوانده میشه در این کشور، در اوج باز یک موافقتنامه چیزای دیگه هم داره، کارهای دیگه هم داره که باید به با اونمو اساس و به اونمو اصول پیش بره. و اگر به مو اساس و به مو اصول پیش میرفت، امروز یک قسمتی از مشکلات ما کمتر می بود. شاروال در یک جای تعیین شده بدون از اینکه ما اطلاع داشته باشیم. از اون شهر ما 400 هزار نفر رای داریم، طور مثال از اون ولایت، بدون اطلاع، بدون مشوره با مردم. خب امروز که دوسیه از او به سارمولی رفته و سارمولی از او پرسان میکنه، یک سال وقت مردم امو بلد زایی شده. پس ای پافشاری ها به خاطر اونمو تعهد است که ما به اصلاحات داشتیم و به اصلاحات داریم. مثال های بسیار زیاده در این زمینه و در این راستا وجود داشته. کسی به من معرفی شده که وظیفه لوی سارمولی رو تعریف کرده نتانسته، او کاغذ زیده پیش اومست و به من اینطور معرفی شده که اینمی آدم از لحاظ دانش مسلکی اما تابترین نفر است که تا به حال امرایش مصاحبه شده. و ما در حضور قاضی القضات صاحب فعلی موجود ما و در حضور معاون صاحب اول ریاست جمهوری، معاون صاحب دوم ریاست جمهوری، یک مصاحبه بسیار عادی امرایش داشتم. خب اگر ما پافشاری کنیم که اینی جفا است به ارگان عدلی و قضایی ما، بعد گفته میشه که جو حکومت دو سره است و سه سره است و پنج سره است. اگر او را قبول کنیم، بعد ما که وعده کردیم به کل مردم، به جامعه بین المللی، فردا ما میریم به کنفرانس بروکسل و در اونجا ما تعهدات خود میاریم. تعهدات بسیار آسان است، در روی کاغذ چند چیز نوشته کنیم که ما این کارا رو کردیم. اگر در عمل امی کار ما باشه، در عمل امی مسئله باشه، در عمل امی قسمت کار باشه، مهمترین ماهیت یک دولتی که ادعای مردم سالاری داره پرداختن به نظر مردم است و داشتن نظر مردم است. ما یک نیروی میلیونی مردمه در پهلوی نظام و در پهلوی حکومت وحدت ملی قرار دادیم و شاملش ساختیم، بر حمایت از این قرار دادیم و از این پشیمان نیستیم. گفتیم تصمیم بسیار آگاهانه، تصمیم احساساتی نبود، زیر فشار نبود، خوب شرایط ملک و مردم خود درک کردیم و تصمیم گرفتیم که ما چی میکنیم، امروز چی میکنیم و فردا چی میکنیم. و وقتی که آمدیم، کلانترین عامل ثبات در این کشور موجودیت میلیون ها نفر است که امروز به صدای ما گوش داده و آمده و عامل ثبات شده در سر تا سر افغانستان، از هرات تا تورهم، از اسپین بولدک تا فاریاب. این را کس دست کم نگیره، این به مشوره چند نفر غیر مسئوله که هیچ نوع ریشه و پایه‌ای در این سرزمین هم ندارن و آمدن و افغانستان فکر میکنن که میدان سلیقه بازی های از او میشه. بعد مشوره کسایی که به اصطلاح ستاره در آسمان و کدام چیز دیگه در روی زمین ندارن، نظر میلیون ها نفر، نظری که نمایندگی از نظر میلیون ها نفر میکنه نادیده گرفتن. بسیار واضحه به مردم افغانستان صحبت میکنم. روزای قبل مسائل پیش آمد که من به رئیس جمهور افغانستان تلفنی صحبت کردم و برشان گفتم که یک صحبت اساسی ما شما میداشته باشیم و اساس تمام مسائل دوباره در اوج صحبت میکنیم. اصلاحات انتخاباتی چرا نشد؟ گناهی ماست؟ ما وعده کردیم به مردم افغانستان. ده ها مجلس دیگه گرفته میشه، مجلس اصلاحات انتخاباتی یکی امروز، یکی 4 ماه بعد. یکی هم امروز گفتن که باز میگیرن بعد از اون. که من گفتم ما در این مجالس عمومی دیگه شرکت نمیکنیم. تا وقتی که مسائل اساسی مردم صحبت نکرد. تعهد ما به مردم است. تعهد ما به این نیست که ما در این باغ و باغچه و در این پالوی قصر که سپیدار نام داره در این جا آمدیم و همه کار مردم خوب است. ما مشکلات مردم خود میدانیم، ما مشکلات افغانستان خوب عمیق میدانیم که مشکلات در کجاست، از کجا نشأت گرفته. وزارت ها فلج،
وزارت ها خوار و خوار خونده و برادر و برادر خونده و برادر و برادر اندر داره. یک وزیره مدال وزیر اکبر خان میتن مدال وزیر اکبر خان دادن به یک وزیر، یک بحث است که در داخل حکومت صورت بگیره. باید کابینه افغانستان باید بحث کنه که امی جمعه طور دستاورد هست یا نیست. اما طور که بریم ده ها مسائل دیگه است. وزرار اصلا اجازه موقع صحبت داده نمیشه. همه اینها را ما شاهد بودیم و همه اینها را با صبر، با حوصله و با تدبیر پیش بردیم. از این بعد هم صبر میکنیم، از این بعد هم حوصله می داشته باشیم. مسئولیتی که از طرف مردم به عهده ما گذاشته شده، این مسئولیت آسان نیست. یک مسئولیت بسیار بزرگ است، یک مسئولیت بسیار تاریخی است. به صدها هزار نفر از ما ناراض شدن. فکر میکنن که اینا کدام معامله کردن، با کدام گپ خودشان خوش شدن و آرمان مردم فراموش کردن. ما کل زندگی ما، کل عمری را که ما وقف کردیم، امی یک سال و یک و نیم سال نیست که ما به می خوش باشیم و به می اکتفا بکنیم. مسائل بسیار حساسی است. حکومت فلج است. اصلا وزیرا مجال گفتن ندارن، مجال صحبت کردن ندارن. هر کسی که در هر مقامی که است، از هر وزیر هر مشکلی که داره بیاین یک ساعت خودشان لکچر میدن، یک نیم ساعت، 15 دقیقه، 10 دقیقه عذر و مشکل وزیرم بشنون که چه رقم است. همه پوستا سرپرست و وزیر اجازه تعیین سرپرست هم نداره. و یک وقت دیگه تو گفته شد که تمام رؤسای مالی وزارت ها را وزارت مالیه تعیین کنه. بعد معلوم شد که خلاف قانون اساسی افغانستان است. خب مسئله اصلاحات انتخاباتی، آیا مو انتخابات بود؟ آیا با مو اکتفا کنیم؟ با مو انتخابات بگیم باز بریم با مو ترتیب؟ که همه مردم افغانستان میدانه. اگر ما در قالب جملات دیگه گفتیم، امروز به همیجه رسیده که ما گپ بسیار واضح بگویم بر همه مردم افغانستان و خاطر همه هم جمع باشه. هیچ جای هم رونده نیستیم. یگانه بگن که خب بیاین دیگه که نمیشه امی حکومت وحدت ملی رو بگویم ما نیستیم. یه رو ما ساختیم، یه رو ما آوردیم. اما در کنمو نظام دولت موقت ما آوردیم. ما در کابل آزاد ساختیم، اطراف افغانستان آزاد ساختیم و بعد گفتیم که ما این را برای خود نمیخواییم. اما استاد شهید رهبر ما که 10 سال رئیس دولت اسلامی افغانستان بود و بزرگترین رنجها را قبول کرد و تحمل کرد، عامر صاحب شهید شده بود در این مبارزه و دفاع مردم افغانستان. اما استاد شهید در ارگ نرفت، در ارگ ریاست جمهوری، در تعمیر پالوش جای گرفت، گفت که ما بر از این نامدیم که پس دوباره حکومت خود بسازیم، بلکه حکومت همه مردم افغانستان می سازیم. در گذشته اگر دشمنای افغانستان این مجال ندادن و جنگ تحمیل کردن، امروز جامعه بین المللی هم دوباره متوجه افغانستان شده، امروز ما کار دیگه رو می کنیم. آمد اینمی دولت موقت، آمد حکومت انتقالی، آمد بالاخره انتخابات شد، بالاخره آمدیم تا بیجه. حکومت وحدت ملی که وقتی در وارسا رفتیم کسی دیگه چیز نگفت. کسی گفت که همه رهبرای دنیا به می گفتن که چون شما با هم کار میکنین و یک حکومت ساختین و این حکومت امروز کار میکنه، امروز وزرا تعیین شده، امروز نتیجه کار حکومت ما میبینیم، به این خاطر ما حمایت میکنیم. ما عسکر خود میخواهیم که در اینجا باشه، ما نیروی امنیتی افغانستان تقویت میکنیم و نیروی امنیتی افغانستان برای آینده ها، برای سالهای دراز و طولانی تقویه میکنیم. فردا به کنفرانس بروکسل میریم. من که گفتم که ما جای رونده نیستیم، ما در این سرزمین آمدیم در وقتی که مشکلات امو بیشترین مشکلات در این سرزمین بوده، ما خود وقف کردیم. آن این مشکلات به اندازه مشکلات اشغال شوروی، به اندازه مشکلات اشغال بخشی از افغانستان توسط تمام تروریست‌های بین المللی به اون اندازه نیست. متاسفانه صبر، حوصله، بردباری، حکمت، تدبیر، هر چیزی را که به کار بردیم اما نتیجه مطلوبه نگرفتیم. پس از امیج خدمت شما اعلان میکنم که یک لحظه و یک خط از آرمانی که با مردم داریم این طرف و طرف نمیدیم. اصلاحات انتخاباتی، یک چشم کس گریه کنه و یکیش خنده. اصلاحات انتخاباتی حتمی است، باید شوه، بدون از او چیزی وجود نداره. تذکره هویت مردم افغانستان، تذکره برخی ده ها نوارای حل برش پیدا شد.
که تمام تشویش های هر کسی از هر جنای هر گپ داشت به هیچ مسئله قومی و اینا ارتباط نداشت. چرا هیچ پیش نمیره؟ چرا هیچ پیش نمیره؟ ما هیچ سرش بحث نمی کنیم. ملاخه ندارم که داری باره بحث بکنم. این مهم نیست برای افغانستان. فکر کنین که نسبت به کارت هویت سند ملی یک مردم دیگه کدام سند بالاتر از او قرار داره؟ به خاطر از اینکه اراده سیاسی زیر سوال رفته و من اراده سیاسی را کاملا زیر سوال میبینم، چون من در داخل از این وضعیت هستم. اما میگم که به این ترتیب روش اجازه به کس نمیدیم، اجازه نخواد دادیم و این حق کس نیست. سه چهار روز قبل مسائل صورت گرفت که من در جریان از اون بودم، اعلانات چه شما شنیدین. من تلفن کردم خدمت رئیس جمهور افغانستان که در مجالس عمومی دیگه من زحمت نمیتونم کسا تا زمانی که یک بحث اساسی داشته باشه. و بحث اساسی کدام دعوا نیست؟ یک واقعیت است، یک سند است، موافقتنامه حکومت وحدت ملی که باید به اونمو عمل شود. و چرا نشده؟ هر کسی که نکرده جوابش میده. و این راهی را که میریم، این راه چرا؟ اینقدر فرصت هایی که مردم افغانستان دارن، اینقدر امیدواری هایی که مردم افغانستان دارن، اینقدر آرزویی که مردم افغانستان دارن، ما چه حق داریم که مردم خود مایوس بسازیم؟ ما چه حق داریم که مردم افغانستان ناامید بسازیم؟ همین مردمی که ترک کردن، همین مردمی که رفتن افغانستان و رفتن به کشتی ها غرق شدن، اینا از ناامیدی رفتن. و مسئول یک قسمت از این ناامیدی ها کسایی هستند که واقعیت های افغانستان درک نکردن، در کدام خوابی هستن که از او خواب چه وقت بیدار میشن. اما مردم افغانستان در صحنه هستن و مردم افغانستان حسابگیر هستن و مردم افغانستان همه را جوابگو بخواهند باشن. مسئله برق مناطق مرکزی افغانستان، ما پیشترم بر شما گفتم که یکی از مسائل اساسی برای مردم همیست که حکومت همیست که حکومت باید جوابگو باشه، حکومت باید پاسخگو باشه به مردم خود، حکومت باید که نیازهای مردم در نظر بگیره، برش برنامه داشته باشه، چون ما وعده سپرده بودیم به مردم افغانستان و به مردم مناطق مرکزی هم وعده سپرده بودیم که شما را از این وضعیت میکشیم، شما در این حالت دیگه باقی نمیمانید. وقتی که دیدیم که پلان قبلی که در حکومت قبلی به تصویب رسیده بود نیازهای مردم نادیده گرفته بود از مناطق مرکزی افغانستان، پیش از اینکه کدام جنبشی به نام یا حرکتی به نام روشنایی به میان بیاید، ماهای پیش از اون این مسئله را ما مطرح کردیم و گفتیم باید برزی راه حل پیدا شود. او طرحی که از گذشته است باید تعدیل شود و بالاخره برق به اون مناطق برسه. و امروز هم الحمدلله که این تصمیم گرفته شده و مردم افغانستان از یک بخش عمده افغانستان اونا در انتظار رسیدن برق هستند و امیدوار هستیم که انشاءالله برق برشان برسه و برق خوب برسه، برق کافی برسه، برق زودتر و مطمئن برسه که همونطور میشه. حال که یک چند نفر با آرزوی رهبری رهبر شدن علل حساب و یک شبه رای صد ساله رفتن و تو راستن و این یک موقعی فکر کردن که فکر میکنن با می ترتیب چالش ایجاد میکنن به حکومت وحدت ملی، من فکر میکنم اون کار به جایی نمیرسه، چون در اصل مسئله ما با مردم بودیم، با مردم هستیم. مردم حق دارن از انکشاف متوازن در قانون اساسی افغانستان تذکر رفته که به اساس اینمی فکر انکشاف متوازن همه مستفید شوند و انشاءالله تا آخر در پهلوی مردم در راستای خواسته های مشروعشان هستیم. یک جمع دیگه از مردم افغانستان، یک جمع بسیار غفیره، در روزهای قبل تقاضا کردن، این قصه هم چند ماه میگذره، یک یادداشت را ترتیب کردن، عنوانی رئیس جمهور، عنوانی ما در ارتباط به امیر حبیب‌الله کلکانی، امیر حبیب‌الله خان و مراسم به خاک سپاریش یا اجازه گرفتن برای به خاک سپردنش. این تقاضای مردم است، این تقاضای مشروع مردم است و مردم از کدام راه غیر قانونی نامدن به حکومت که او را مشروع میدانند به رهبریش پیشنهاد کردن، امضای هزاران نفر از مردم جمع شده، میگه که ما همینطور یک چیز به حیث شهروندای کشور همینطور یک چیز توقع داریم، یک کسی که دفن شده در جایی میخواییم قبرش شناخته شده باشه و کسی که میخواید بر مزارش دعا کنه دعا بکنه و این خواست مردم است. امروز ما در مراسم دومین سال روز شهادت حشمت خان کرزی قرار داشتیم
و خداوند شهادت اونا را قبول کنه. در روز صحبتهایی که لازم بود کردم، همه این مسائل در ذهنم بود، به خاطر احترام به شهید، به خانواده شهید، ما در روز از این بحثا اجتناب کردم و در موجه وعده کردم، در موجه وعده سپردم که برای صحبتهای ما تریبیون همیشه وجود می داشته باشه. چرا ما میریم اموجه شرکت میکنیم؟ که ما یک ملت واحد هستیم، یک مردم هستیم، باید یک پارچه باشیم. اگر خدا نخواسته ما چند پارچه شدیم، باز دشمنای افغانستان بر افغانستان مسلط میشه و مشکلات مردم و مملکت ما زیاد میشه. خب وقتی که در گوشه دیگه افغانستانم یک خواست است، یک تقاضا است، ما به رئیس حکومت مسئول هستیم که به او جواب بدیم. من این مسئله را با رئیس جمهور مطرح کردم، اونا وعده سپردن که یک مجلس میگیریم و تصمیم میگیریم، که این مجلس متاسفانه تا امروز گرفته نشده. درباره از این مسئله هم به روز شنبه که وعده داریم، به روز شنبه صحبت خواهد کردیم. همینطور مسائل زیاد دیگه در کشور هست. امروز نباید یک لحظه ذهن مردم افغانستان در تشویش باشه، یک لحظه. اما بالاخره واقعیت ها هم باید به مردم افغانستان گفته شود. وطن خدا دوست داریم، مردم خدا دوست داریم، از بین این مردم هستیم، مردم خدا نور چشم خود میدانیم، در خدمتشان می باشیم، قربانی میتیم در رای مردم افغانستان، اما و بیشترین قربانی ها را هم دمی را دادیم، اما از همه توقع داریم که در مسیر منافع ملی مسئولانه عمل کنند، مسئولانه برخورد کنند. توفیق کسی به ما نداده. اگر توفیه می بود، وقت امو یک اصطلاح است در افغانستان می گفتیم یعتایتان بلقایتان. این توفیه کسی نیست. یک واقعیت است که در امیجه هست. برای یک لحظه، یک قدمی که برای ثبات افغانستان ضرر داشته باشه، ما نورداشتیم. شما دیدین که چی صداهایی بلند شده در امی ماهایی گذشته. حکومت بره، حکومت بانه، خب حکومت رفت، بعد جایش چی می گیره؟ و یک قسمت از واقعیت ها معلوم است، یک قسمت از مسائل کاملا واضح و آشکار است، اما متاسفانه چشم پوشی شده. حالا به یک مرحله رسیدیم که از این مرحله به بعد هیچ افغانستان فرصتی از دست دادن فرصت ها را نداره. ما باید از هر لحظه خود به جایی که هر روز در تلفن چالان باشیم که چرا این نفر معرفی میشه و چرا این نفر معرفی نمیشه، ما بیایم تصمیمایی را بگیریم که مناسب کار این مملکت باشه، مناسب حال این مردم باشه. ما خود هر چیز به خورد مردم داده میتانیم، هر عنوانی به خود ایجاد کرده میتانیم، باز یک چند صفحه چرم فعال بسازیم که اونام درباره ما تبلیغات کنن و هر چیزی در مورد ما بگن، اما چیزی که میمانه عمل کرده ماست و مردم افغانستان درباره ازی قضاوت میکنن. وقتی که ما در مسئولیت همه روزه شریک هستیم و ملامت هم ما را میکنن، ما بدون شک در همه امور خواستار اجرای موافقتنامه حکومت وحدت ملی هستیم. قوت ما در قوت مردم افغانستان است، قوت ما در قوت وحدت مردم افغانستان است و انشاءالله مردم افغانستان امروز به جای رسیدن که شکار توطئه ها نشن. جوانای عزیز، در روزی که روز خوشی شماست، روزی که فردا شما باید با خانواده هایتان با خوشی سپری کنین و با همه جوانا تبریک بگوین این روزه، یک قسمت از مسائل را من گفتم که احتمالا شما را متاثر ساخته باشه، اما هیچ متاثر نشید. اینمی واقعیت های زندگی است، اینمی واقعیت های حکومت و حکومتداری در این سرزمین است، اما این وعده را برای شما میتونم که برای کس جا خالی نمی کنیم به هیچ صورت. محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس اجرایی در ظرف 3 ماه حداقل 2 ساعت یا 1 ساعت تنها یک به یک ببینی؟ پس وقت شما بزرگوار در چی سپری میشه؟ ما برای شما فقط از کو کاهش برتان گفتم، از این قصه های ناگفته از کو کاهش برتان گفتم. پس این باقی وقت در چی میگذره؟ خب بگذاریم که خدا نخواسته حکومت وحدت ملی به چالش کشانده شود. من گفتم که اولین کسی که
این نظام مشروعیت بخشید با امی که ما امضا کردم که اینمی آقای رئیس جمهور آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان است، اولین کسی که کار کرد ما بودم. اونموجا آغاز مشروعیت امی نظام شد. از او بعد که چی واقع شده؟ ما هیچ شیرم رد نمی کنم که در داخل هر حکومت ولو ائتلافی نباشه، ولو از اینطور بکراوند نامده باشه، در حکومت بحث می باشه، جدل می باشه، گپ نرمال است. اما یک کسی که حوصله بحث نداشته باشه، او لیاقت ریاست هم نداره. حوصله شنیدن نداشته باشه، ندارد. او هم به این زبان و به این ادبیاتی که من مطرح میکنم. من نمیگم که هر چیز و هر گپی که هست بیاین گوش لمبتین چیز. خب همین گپ صحبت امروز بگیریم. اما نصیحت کرزایی سه به گوش میکرده. گفته وقتی به حوصلگی تر شده، گفت رئیس جمهور گفت که در روزی که همین انتقال قدرت صورت میگرفت، در گوش ما گفت که او وقتای تال تر شده، حالا حوصله کن. حوصله همیست؟ خب با تمام احترام، مقام ریاست جمهوری گفتم مقام محترم است. شخص رئیس جمهور ما احترامش کردیم و می خواهیم که مورد احترام مردم افغانستان باشه. اما احترام یک چیزی نیست که در کاغذ کس به کس تحفه بده. احترام آدم به دست میاره. و اگر به کسی که اما بیشترین قربانی را در این راه داده نتانه کس اعتماد لازم به میان بیاره، بازی مشکل است که بازی اعتماد مردم به دست بیاره. این 4 روز میگذره، 4 روز تر میشه. امروز اینمی روزی که ما شما صحبت میکنیم، واقعا اینمی روزی که ما شما صحبت میکنیم، ما لحظات قبل با مسئولینی که رفتن و خداوند اونا را نگاه کنه و همه امو جوانایی را که در هلمند در دفاع از مردم قرار دارن، امروز معین ارشد امنیتی افغانستان در اتاق ایرکاندیشندار نیست، امروز در میدان است دناوه. امروز مراد علی خان مراد معاون لوید بریستیز او در سنگر است. اما گفتن که بر ما وقتی که احوال آمد، وقتی که احوال آمد که شما بوجه شرایط سخت است، فشار سرتان است، پس برین، ما گفتیم که ما اینجا مردم اولادای خود ترک کردن نمیتونیم، ما هم در پهلوشان هستیم. افتخار میکنیم به همتون مسئولین، افتخار میکنیم به همتون فرزندایی که امروز در جانی خیل، در جانی خیل 7 روز است که هنوز ما قادر به این نشدیم که شهدا و زخمی های خود انتقال بدیم. 7 روز است. مردم خنجان امروز تماس گرفته بودن که فرزندای ما در اوجا در معاصره هستن و شما چی نمیکنین؟ اگه رقم بی مسئولیتی است ما شورا را مسدود میکنیم. عذر کردیم برشان که ما قربان امو فرزندای شما که همه قدر صبر و حوصله از خود نشان دادن، اما در فکر از امو فرزندایتان هستیم، اما اونا را ان شاء الله نجات خواهد دادیم. اوش که زخمی است به شفاخانه برسه، اوش که شهید است به پدر و مادر خود. واسه مملکت ما اینطور است، واسه مملکت ما اینطور است. اما شوق کلانای ما چیز دیگه است. اصلا مثل که برگی از درخت در این مملکت تکان نخورده. در این مبارزه با تروریسم و ده ها چالش دیگه، مواد مخدر، فردا مشکل مهاجرین، ده ها مشکل دیگه که داریم، فقر، بیکاری. من امروز با یکی از کسایی که چه داشتن در مسائل مالی و اینا تخصص دارن و نظراتشان رو پرسان کردم، گفتن در تمام در جی دی پی، در جی دی پی پر کپیتا، در جی بی تی، در تمامش گفت که ارقام پایین آمده متاسفانه. وقتی که اینطور است، پس ما باید متوجه مشکلات خود، متوجه اولویت های خود باشیم، متوجه ازی باشیم که وقت خود، انرژی خود، توان خود در چی مصرف کنیم. آیا ایجاب میکنه که با یک تصمیم بدون مشوره، با تمام اصل موافقتنامه حکومت وحدت ملی و حکومت وحدت ملی زیر سوال بره؟ آیا ایجاب میکنه؟ آیا همی مملکت، مردم ما همی توقع را از ما دارن؟ اگر موافقتنامه حکومت وحدت ملی به معنای ویتوی امر رئیس جمهور نیست، به معنای خودسری هم نیست. از اینمی جوانایی که در اینجا آمدن تا بزرگای سیاست افغانستان که با ما بودن، همه از ما گله دارن، همه گله مند هستن. چرا در اینجا پافشاری نکردین؟ چرا در اونجا پافشاری نکردین؟ و ما حوصله کردیم و آمدیم گفتیم با تدبیر انشالله این کار پیش بره. گپ امروز به میجا رسیده که من خدمت شما گفتم و انشالله من این صحبت ها را می داشته باشم در روز شنبه به امرای رئیس جمهور افغانستان و من امیدوار هستم که انشالله عقل سلیم حاکم باشه و درکی از
واقعیت های افغانستان حاکم باشه و این معلوم باشه که زمانی که کسی را به شیرینی و به کلچه و به یا کسی بازی بده، او زمان هم گذشته، در قالب حرف هم کسی را فریب داده نمیتانه. تمام مسائل امروز واقعیت ها را مردم افغانستان میدانه. دو نقطه، انشاءالله حکومت وحدت ملی پای بر جای میمانه. ما در داخل حکومت وحدت ملی با نقش اساسی خود، با امو چیزی که لازم است، بدون از اینکه به تو جگرخونی ها برسه گپ، انشاءالله کار خود دوام خود دادیم و فرصت های مردم افغانستان که میبینیم واقعا تأثیر میکنیم. به حال موجود فرصت های بسیار خوب در پیشروی مردم افغانستان قرار داره، چالش های بسیار بزرگم در پیشروی مردم افغانستان قرار داره.